آقای افشارها من و دوستان اینجا هستیم آماده صحبت‌های شما و به شما خوش آمد میگم. امیدوارم که این ایام تعطیلات رو به خوبی پشت سر گذاشته باشید و آماده باشید برای تعطیلات دوم و سال نو. نمیدونم توی کانادا هم مثل آمریکا است تا یه روز جشن میگیرن بعدش میرن سر کار، یا مثل اروپا است که یکی دو هفته به خوشی و عیش و عشرت میپردازن. بفرمایید، با شما هستیم. سلام، ولی من تصویر خودم رو ندارم قربون. اصلا همون صفحه شما تصویر منو دارین؟ بله بله، البته یه لحظه رفت دوباره آمد، الان باید داشته باشید. آره، ولی خب خودم در اینجا ندارم، حالا نمیفهمم چطوره. برحال عرضم به حضورتون که با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی و با تشکر از شما جناب آقای سربی برای ایجاد امکانات. 17 دسامبر تولد حضرت محمد رسول الله صلوات الله علیهم اجمعین رو مبارک میگم به همه مسلمین. 25 دسامبر تولد حضرت عیسی نبی الله رو بر عیسویان تبریک عرض میکنم و عید نور و روشنایی هانوکا رو هم بر پیروان موسی کریم الله. سال که در پیش هم خواهد آمد، سال نو مسیحی رو به همه عزیزان عرض کنم که سراسر جهان باید عرض کنم تبریک میگیم و امیدوار هستم که زندگی خوشتر از سابقی در پیش رو داشته باشم. جناب آقای سربی، این ببخشید من ندارم هیچ تصویری در اینجا. نه مهم نیست، تصویر شما الان زدید یه کاری کردی قطع شد هرچی. آره خب نه الان اومد، ولی خب همیشه اینجا یه تصویری بود دیگه، همیشه دو نفره بودیم، بعد شد یک نفره، الان هیچی نیست. تمثال بیمثال خود حضرت عالی رو من میبینه. نه ما که تصویر اون مستقیم میره توی دستگاه، تصویر شما هم میره اونجا. الان هر کاری کردید برش گردونید، چون داشتیم تصویرتونو فیسبوک. بله. نمیدونم چرا دو تا الان درست شد، باز الان همینجوری نگاش دارید شما. اصلا ما کاری مسئله خاصی ندارم، ولی در مجموع درست میفرمایید. من نمیدونم این از زمانی که حضرت عالی پروموت کردید این به اصطلاح کار تشکیلاتتون رو، که امیدوار هستیم روز به روز هم بهتر و بیشتر بشود، تغییرات فاحشی در این مورد روی داده که حالا به هر حال فعلا مورد بحث ما نیست. ما الان مشابه تلفن داریم صحبت میکنیم. به هر حال امیدوار هستم که سال خوشی در پیش داشته باشیم. جناب آقای سربی و دوستان عزیز بیننده و شنونده، حضرت علی علیه السلام میفرماید من علمنی حرفن فقط سیرنی حرفن، از که یک کلمه به من یاد بده تا ابد من حلقه به گوش و به اصطلاح غلام معنوی علمی اون میشم. بند گفتگوهای و فرمایشات آقای مصطفی زاده رو به جان دل اسقا کردم، گوش کردم، منهای آن مقادیری که حقوق به اصطلاح ناز خودشون بود و دوستانی که دربارشون صحبتهایی کرده بودن. در اون رابطه اون مسائل کاملا به خود اون حضرات ارتباط دارد و ما میل نداریم نقش ارزم به حضورتون که شعر میان دو کس جنگ چون آتش است و خنچین بدبختیزون کش است رو داشته باشیم. منهای اون قسمت از فرمایشات ایشون که طبعا باز برای افرادی که ایشون نام میبرن حقی خواهد بود برای پاسخگویی، اما این قسمت‌های بعدی حقیقتا لذت بردم، حقیقتا استفاده کردم. جناب آقای مصطفی زاده دستمری زاد بسیار بسیار فرمایشات عالی فرمودید، خصوصا این شاه که نمیگویم این گل جمله. من هم آقای سربی با این نظریه خیلی موافق هستم، همیشه این نظر رو داشتم ولی جمله یابی نمی کردم با توجه به اینکه خیلی خیلی خدای از غرور دور کن ما خرو، خیلی به خودم متکی بودن که جمله یابی میتونیم بکنیم. امروز آقای مصطفی زاده در فرمایشاتشون جمله به ما یاد دادن. یادتون هست در همین 10 دقیقه قبل ایشون گفتن آقا همیشه باید دولت ها نوکر ملت ها باشن. دقیقاً نوکر مزدور. بله ولی چقدر زیبا فرمودین سید اولاد پیغمبر، چقدر من لذت بردم.
میگن اگر قرار شد مسئله ای از خارج از بی معرفتان عالم سرچشمه بگیرد و پشتیبانی بشود، باید تمام ملت پشتیبان دولت خودش رو باشد. جناب آقای مصطفی زاده رحمت الله علی والدینتون، خدا انشالله رحمت بکند، اون شیری که خوردی حلالت باشه. بسیار جمله زیبایی گفتی. البته این داستان رو مولیر هم یک داستانی داره، یعنی وقتی دو تا کلب به هم پریده بودن یک گرگی به اینها حمله ور شد، خود اون دو تا کلبی که داشتن به هم دیگر می پریدن می خواستن هم رو بکشن و لط و پار بکنن، حرکت کردن بر علیه گرگ و گرگ رو خواستن بکشنش. وقتی نشستن رو سینه‌شو به هر حال می خواستن از بین ببرن، گفت بذارید یک سوالی بکنن، چی بود شما دو تاییتون داشتین به هم می پریدین که خب یکی رو از بین ببره؟ میگذاشیم من یکی تون از بین میبردم، در اون طرف دیگه در میرفتیه. خب منم به کمک او رفته بودم، انگار یارو رو که کشتم این طرف رو. گفتم نه، اون جنگ هم نوع بود، تو نامتجانسی، مال ما نیستی، تو امریکی، تو انگلیسی، تو فرانسهی، تو روسی، ما جنگ خودمان هست. آقای مصطفی زاده بنده بر دست حضرت عالی بوسه میزنه متواضعاً، چون خیلی جمله زیبایی گفتی، کمکم کرد، یافتم، به قول ارشمیدس یوریکا پیدا کردم. آری حق داریم، همه جور ما با حکومت‌هایمان انتقاد کنیم، بگوییم، در بیفتیم، اما تا زمانی که حرامیان خارجی نظر نداشته باشن. آقای سوربی، من خاطرم هستش در بعضی از این مجامع دیوانه کمپوزیسیون خارج در یک جلسه سر تقسیم مشاغل بعد از به اصطلاح انعدام حکومت فعلی ایران به خیال خام خودشان، سر تقسیم به اصطلاح مشاغل پریدن به هم. اولی فردوسی تو خوب بر تو این روزگاران تو خوب، و اینا نمیتونن، اینا تا مغز استخوانشان آقا به لقمه اجنبی گرفتار شده. من خودم یادم هست یه وقتی میر سعید قاضی سعید یک همچی کسی ازش در حدود 7-8 سال قبل گفت من افتخار میکنم، خدا عمر بده امریکا رو، روزی که من آمدم برای ما قراول گذاشت، شساول گذاشت، چرا من تعریف نکنم؟ بیچارگان، شما برای ایرانی میخواین طرح بدین؟ شما برای ایرانی میخواید نقشه بکشید؟ به قول عامیانه جناب آقای سروی، به حضرت عباس من به شما قول میدم، این کسانی که تا مغز استخوانشان گرفتار این طرف شدن، اگر همین امروز حکومت که خودشان دلشون میخواد در ایران درست بشود، اینها نگاه هم به اون مملکت نخواهند کرد. یاروی که اینجا وکیل مجلسش شده، وزیر اینجا شده، نونخور اینجا شده، مزدور اینجا شده، اخلاقا و دوستانه از شما سوال میکنم، امکان داره که این شخص برگرده به اون مملکت؟ فکر نمیکنم. آقا دست بردارید، خجالت بکشید، رو حسابم به تمام این مفترین، مصطفی دانش، حسن دایی، میبودی، تمام افراد، اینا الان در ذهنم آمدن. اگر میبینید مردم، عرضم به حضورتون، هویج به گفتارتون پخش نمیکنن، نشون نمیدن، به همین دلیل که میشناسن گذشت اون زمانی که به چوب عرض کنم که پوکیده یه مردم خارج نشین در 80 سال قبل 100 سال قبل مردم به روی چوبشون میرفتن، گذشت. آقا دست شما درد نکنه آقای سربی، من در برنامه دیروز یا پریروزتون بود دیدم آقای چمنارا یک چیزی داده بود، یک ویدیویی بود که به حساب مساعده ایرانی ها رو نشان میداد. بله بله درسته. چه دخترهای زیبایی، چه پسرهای همسامی، چه آدمهای خوش زبانی، چه گفتار آزادانه ای، خدا لعنتتون کنه بدگویانی که در این تلویزیون ها نشستید و شیپور عجبی کوک میکنید. بعد میبینید آقای چمنارا همچی میکنه، میگه وقتی من به اون آقا گفتم آقا ما ملاحظه میکنیم که بعضی چیزا رو بفرستیم
شما چطور جرأت میکنین؟ اون آقا گفت نه آقا، گذشته مردم اینجاشون رسیده، این رو از نظر منطقی بهش میگن ذوالحدین جبری. خب نمیفهمین شما اینا رو، چون هم منطق و نه فلسفه چالیتون نیست. این ذوالحدین جبری است، نکنید آقا این کارها رو. این معمای غلطی است که طرح میکنین. چرا نمیگویید آفرین در اون آزادی؟ چرا نمیگویید آقا پس چی میگن این ملت اینجا؟ یکی داره یک چیزی، اینو من 5 سال قبل در یک صحبت تلویزیونی گفتم، آقا من 5 سال، 6 سال، 3 سال، 4 سال، 2 سال، هر زمانی که امکان مالیم دست بده، خدا قوتم بده و اجازه بده، میرم زیارت امام هشتممون، زیارت قبر پدرانمون، دیدار مملکت عزیزم، بوسه بر خاک زدن رو برمیگردم. آقای سربی خدا رو گواه میگیرم، بیش از 100 تا 150 تا روزنامه و یک چیزهایی میخوندم که اون گفتن خدایا این طور چیزها رو اینا دارن مینویسن. آزادی هست. من آقای سربی جان، آقای فرمایش زیبای آقای مصطفی زاده من از همه حرفام به اصطلاح منحرف کرد. من مکررن قر را ارارستان می نامم. ارارستان به معنی اینی که میگن آقا هر چی میخوایی ارار کن، کار نه. اگر خواستی روی اون به اصطلاح ایوان خاند کره بزنی، یک سخت بگذاری، نه کار نمیتونی بکنی. بیا 10,000 دلار پول بده، 4 ماه بگرد توی سیتی، 1,000 تا عمل انجام بده تا آخرش اجازه بدهیم بکنی یا نکنی. در اسلام اینجور نیست آقا. در اون کشور میگن وقتی آقای سربی مالک این ملک هستش، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، حق نداریم وارد بیوت دیگران بشوید، حتی اگر پلیسی غلط کرده قانونی که میگه، مگر به حکم قانون. کدام قانون؟ پلیس میره میزنه میشکنه میکشه میاد بیرون. اسلام میگه نه. زمانی که خلیفه دوم به حکم خلیفه اول ابوبکر رفت که از حضرت علی علیه السلام بیعت بگیره رفت در منزل، خب بیبی فاطمه زهرا علیه السلام اومدن پشت در، دیدن جمعیت آمدن، عمر گفت علی بیاد که ما ازش ببریم بیعت بگیریم. خلاصه صحبت ها بالا گرفت، گفتن اگر نیاییم آقای سربی خوب توجه کنیم، نگفت در را می شکنیم می آییم، گفت آتش می زنیم اینجا، یعنی لا تدخلو بیوتن، داخل خانه نشیم. خدا ذلیل کنه کسانی که منحرف می کنن از خان را. آقا واقعیت ها رو بیان کنیم. قوانین اگر میگن در اسلام قوانین از اول دنیا تا آخر دنیا رو تهیه دیدن، درست میگن. از آداب تخلا، یعنی همون حرفی که شما به مسخره میگین آداب دستشویی رفتن، آری، آداب بچه کاشتن، آداب زندگی روزمره، هر ادبی را که شما ببینید، هر اصلی را که ببینید، اسلام مشخص کرده با چه زیبایی علمی. فقط گوش شنوانی توجه نمی کنی. چرا؟ چون تبلیغات قرقری بوده، بمبارده شده کله های بیمخ ماها، هر کس به یک نسبتی. در حال آقای مصطفی زاده خیلی متشکر هستم، کاملا عالی فرمودید و شما هم آقای سربی ممنون. دیروز من اون به اصطلاح ویدیوی آقای چمنارا رو دیدم، بسیار لذت بردم و این خودش یک علامتی است که مردم بفهمن آقا این چرت و پرتایی هم که میگن نیست. خیلی خیلی دخترها زیبا به چشم دخترم، الحمدلله همشون زیبا بجی، عرض کنم مرتب بگو بخند. خودتون ملاحظه کردین که آقای سربی؟ بله منم اینجا دیدم ویدیو رو، بسیار بسیار قشنگ واقعا حس کردم، خیلی خیلی خوب بود. و این نشان میده که از یک آزادی که لازمه حیات انسانی است برخوردارن، اما آزادی غربی نه، نه دموکراسی غربی نه، رایگان خودشان باد. این دموکراسی به 100 سال نکشیده، نه تاج خبر گذارد نه تاج گذار. بلاف کنید آقایان این تاج حقوق بشر، غلط کرده کسی حقوق بشر. انسان خودش حقوق دارد، حقوق انسان مشخص است. خدا انسان را آزاد خلق کرده و علم ما جناب آقای سربی نسبت به جهل ما بسیار بسیار کمه. یسالونک علی الروح،
یا محمد از تو سوال میکنن از روح، قل روح من امر ربی. لا اله الا الله، قل روح امر ربی، و اینما علم الا قلیلا. ما علمی که بشر دادیم بسیار بسیار کمه، هیچی بشر نمیفهمه. فکر نکنید دو تا شیپوری دادن دست ما و نمیدونم گفتن این کامپیوتر رو یک سفری هم میگن رفتیم به آسمانی حرفا شاکار کردن. نه، اینها تحت شیپور غربه. آقا شما که آقای ارزم به حضورتون که سربی بعد از 120 سال فوت میشین، که شما فوت میشین میگی نمیدونم نه. بچه که در شکم عرضم به حضور این دختر من هستش، خدا میخواد عرض کنم که هدیه بده بهشون، آیا این چه خواهد شد 10 سال دیگه؟ نمیدونم. صدها هزار سوال در روز از خودتون بکنید، همش جوابش نمیدونمه. باید یک چیزی دادن توی دستمون، 4 تا زرم به گوش ما خوندن، فکر میکنیم دیگه حالا که علم آمد دین فراموش، خدا فراموش، عاقبت انسان فراموش. نه آقا، اینطور نیست. برحال من از گفته های جناب مصطفی زاده استفاده کردم، از فیلم دیروز آقای سربی هم بسیار خوشحال شدم. و جناب سربی، بنده به حضور حضرت عالی عرض کنم که اگر بنده ناچیز ناقابل در تلویزیون خوب شما بعضن و گاه به گاه صحبتی دارم، به این دلیل است که بهتر از شما رو از نظر هماهنگی فکری و رفتاری بهتر ندیدم. اگر نه والله شهد الله مسئله پولش و مسئله حرفاش مطرح نیست. کسانی که میگن آقا برو صحبت کن، این بچه صحبتت، این هم بچه اون، عرض کنم تلویزیون بند 100 دلار و 50 دلار و 10 دلار نیستن. اما به این دلیل است که هیچ جای را مناسب نمیبینیم جز جای سربی. دلیل که میبینم اگر ایشون یا ناخیر رو نمید، هر کسی خودش میداند و قلبش و نیتش، اما آن سر جنگی که دیگران با ملت شریف ایران با مملکتشون دارن، این شخص نداره. قل الحق و قل انفسکم بگو حقیقت اگر حتی بزرار. فرد یک نفری میاد میگه اگر مأمور CIA، اگر مأمور جمهوری. آقا این من 100 دفعه گفتم، چرا فقط آقای سربی میگه؟ شما یک جایی رو پیدا کنید که بگه آقا ما 5000 دلار بهت میدم، من متشکرم میشم. صف میکشن، باید من و شما بریم آخر صف. پس خجالت بکشید آقا، خجالت بکشید. اگر کسی اومد صحبتی کرد بگید مزدور اونجایه. بگه آقای بود به نام آقای اجلالی حفظه هم الله، خدا حفظش کنه. این مرد یک علمی داشت، یک قول لا اله الا الله گهگاه به گوش مردم میزد. همین گفتن مدوره، همین گفتن اسلام. به تو چه مربوطی که اسلامیه؟ خب هم یهودی، هم نصارایی، هم بیدینی. از تولرنسی دموکراتیک شما کجا رفته؟ آقای افشارا، این آقای اجلالی با این سن و سالش، آقای اجلالی با این سن و سالش از صبح کار میکنه تا آخر شب. بعدم باورتون نمیشه، تو آمریکا یه رسمی را انداخته، وقتی که این کارگرای اسپانیش و اینا میان براش کار میکنن، بله، بازوی اینا رو بوسه میزنه. بله 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 بله، همه چیز امریکا از اوناست. بله، درصد ممنونم، بفهم. خواهش میکنم. نه آقا، اصلا نور بن علای این نشون میده که این مرد چه صفایی داره در چهرهش. البته این مصداق نداره، میگن یعرف المجرمون به سیماهم، در سیمای مجرم نور هستش، ولی من معتقد هستم که نور مؤمن هم در صورتش هست. خجالت داره آقا، هر کس اومد دو تا کلامی خواست بگه به خمیل اونا نیومد. یک مری آدم زندیق بی اطلاع بی سوادی در این تلویزیون مسخره جمع میشه که اصلا الان هم پرچم اسرائیل میذاره پشت سرش، بعد این میشینه برای 4 نفری که میان 4 تا کلام منطقی صحبت بکنن، هر چی به دهنشون میاد میگن. ما هیچی نمیگیم جز اینی که بگیم خدا هدایت کنه، اگر هدایت نمیشود نابود کند. بگذاریم. بعد از تبریکاتی که عرض کردم جناب آقای سربی حضرت عالی، در روزی که از من خواسته بودید برای غیبت توضیحی بدهم، شرعن و عرفن غیبت رو برای حضرت عالی تعریفش رو نوشتم،
عرضم به حضورتون ذکر قائل غیبت و غیبت و اشد من الزنا اون رو گفتم و در آخرش البته یکی از احکام محکمه این مسئله رو خدمت شما عرض کردم. البته ما داریم که اصطلاح خیلی احکام داره بر این مسئله، ولی یک حکم مهمش این بود که ضمناً آدم منکر آفریدگار، منکر خدا، حالا چرا من اینو میگم منکر خدا و به اصطلاح ریجکتور، گاد ریجکتور، کسی که قبول نمی کنه آفریدگار رو، اون غیبت نداره. به این دلیل اینطور بیان میکنن که افراد، نمیگم عامی، افراد عادی، چون عامی یک معنی داره، عادی یک معنی داره. آدم عادی ممکنه یک پزشک عالی‌قدر درجه یک باشه، اما در علوم مثال میزنم عرضم به حضورتون که جعفر خوبی عادی باشه، این عادی چیزی نداره. افراد عادی فرق بین عرضم به حضورتون ملحد و مشرک و مرتد و کافر و زندیق و لادین و اینا رو اصلا نمیفهمن، همه رو به یک معنا میگیرن. نه آقا جون اینطور نیست. من تمام این آقایانی که ادعا میکنن خدا رو قبول ندارن، این هرچین قبول نداریم، چون باید آدمی که میخواد بگه آقا خدا نیست، نعوذ بالله، ایشون عرضم به حضورتون در حال عادی باشه، عصبانی نباشه، قلبن معتقد به این حرف باشد، تحت فشار نباشد، عرضم به حضورتون مجنون و مهجور نباشد، هزاران شرط داریم. اصلا تشخیص ارتداد، تشخیصی که کسی خدا میدونه خدا قبول داره یا خدا قبول نداره، با ائمه طاهرینه، با صدیقینه، به این حد بالاتنه باید نفوس قدسیه داشته باشن. حالا بعد ما اینه میگیم، بایستی بگیم که آقا الان میگم بهتون، شما بندر مؤمن خطاب کردیم، کلام اجر رو کلام هر فرق رو میاره، از عنوانی که دادید متشکرم، ولی من ده خاک پای مؤمنم حساب نمیرم. آقا کسی که چهار تا عرضم حضور نکرد نمازش رو بکنه، یه کمی هم مراعاتهایی داشته باشه در اخلاق دینیش، این مؤمن خطاب میشه. مؤمن آقا خیلی مسئله مهمی داره، معرضون من دنیای هم اعراض کردن از دنیا، درست به عکسش ما دقیقاً مصداق الذین هم فی عرض کنم که خوزن یلعبونیم. ما 24 ساعت اون تو نفس اماره گرفتاریم، تو فکر زندگی، تو فکر پول، چطور هزار میلیون کنیم، میلیون بیلیون کنیم، بیلیون رو تریلیون کنیم، کجا مؤمن، کجا من، کجا برادر من. شما این عنوان رو دادید، متشکرم، دستبوس شما هست. من ما عرض کنم که بایستی حاضر من سقط نفوس باشه آقا مؤمن، نفوس اماره، لبامه، دبامه، عرضم بود، ملهمه، همه چیز بگذاریم برس به نفس دکیه، که بعد از نفس زکیه نفس قدسیه است. چی رسید به نفس زکیه؟ ابن اباخوزیر. ابن اباخوزیر که بود هزار سال پیش هارون و رشید، بزرگترین حشم و تشم دنیا رو که میدونید در افسانه های هزار و یک شب آمده دیگه، مالا هارون و رشید بود که الیزابت و غیرزاده بود، اصلا غلامان اونا به حساب نمیونن در تشکیلات تشریفاتی. هیته فرمان فرماییه هارون الرشید هم تقریبا میگن مشابه زمان معاویه بود. از تقریبا اروپا بگیرید برید تا ازم بزرگ چین و ماچین، ایشون داشت از مرد میرد که برسد به بغداد. داستان عرض کنم که زهد و تقوا و مؤمن بودن این به اصطلاح شیخ اباخوزیر شنیده بود، گفت آقا مسیر تغییر بدیم، از ارزم بزرگ جام بریم که ما زیارت ایشون رو انجام بدیم. رفت دیگه، خب ایشون مکتب درس وسیعی داشت، تمام این دانشجوها شامین اصلا تلامیزش بلند شدن و عرض کنم سخت هستند و عرض کنم یساول و قرابان روی حرفا. تاریخ میگه که این عرضم بزرگتون که ابن اباخوزیر همینطور نشسته بود و داشت صحف الکتب میکرد، یعنی کتابش صحافی میکرد، برای هم میکرد، ایشون آمد با اون هشم و تشم نگاه کرد، دیگه اصلا توجهی نکرده، نه که به تظاهر یا به تقدیر، تو کار خودشه. گفت یا شیخنا مولانا، تو که ماشاءالله خودت استاد قرآنی، البته یادتون باشه هارون رشید هم به ابوالقرا معروفه، در چهار روایت میتونست قرآن را از حفظ بگه، گفت تو که ماشاءالله قرآن رو خودت استادی، شیخنا چرا به حرف خدا نمی کنی؟ گفت چی کار کردم؟ مثلا هرچی میگفت هارون رشید قبل عالم هرچی، گفت چرا به حرف نمی کنی؟ بگه نخوندی در قرآن، اطیع الله و اطیع الرسول و عرض کنم قلول امرو من کن. خب من قلول امرم، چرا اطاعت نمی کنی؟ چرا نگاهی نمی کنی؟
خب والا درست میفرمایید شما، ولی خودتون الان هم قرائت فرمودید. در کتاب محکم در قرآن کریم میفرماید اطیع الله، اطاعت کن خدا را، و اطیع الرسول. درست من گفت من 45 ساله ابا خوزر تو اطیع اللهش گیر افتاده، هنوز به اطیع الرسول نرسیدم، وای به تو برسم. تاریخ میگه ایشون خیلی منقلب شد، پیاده شد، زانو زد، صحبت کرد، گفت چیزی با گفت من هیچی نمیخواد، اصرار که کرد، گفت با خلق خدا با مدارا رفتار کن، عدالت کن. خب این معنای مؤمن در آن زمان، 1000 سال پیش. مؤمن معاصر هم مرحوم آیت الله بهجت، میخوای باور کنی میخوای باور نکنی، حدیث هست، روایت هست، گفتار تیشون تا 10 سال 20 سال آینده رو مثل آینه میدیده، ولی میدندن. اونی که فرمود مولانا هر کرا اسرار حق آموختن مهر کردند و لبش را دوختند، مثل من بیچاره کم ظرفیت نیست، مثل اون بدبخت بیچاره نیست که بگه من خبر نگاه، یه خبر بهش میسه دو رو همه جا میزنه. دنیای اخبار صادقه را دارن ولی لب بسته است. مؤمنان آقا اینها. بنابراین حضرت عالی فرموده بودید، من تشکر خواستم بکنم، ولی خواستم بگم اگر این وقت خواستید بفرمایید اینطور مسائل. میگن آقا یک کسی متخلق و اخلاق اسلامه یا محب المؤمنینه، با هنوز خیلی رسیده تا درجه مؤمنین. این از عرضم به حضورتون که مسئله دیگری که میخواستم به عرض مبارکتون برسونم، برای اون قیمت هم که عرض کردم در مجموع، شما فرمودی من تعجب از افشار میکنن که این حرف زد. نه قربان، شما از من سوالی کردید، من هم حکم مهمش رو اعلام کردم. اسلام که برای افرادی که خیلی اعتقاد نداشته باشن که یک چیزش تعجب آور نیست، هزاران چیز تعجب آور داره. چرا حقوق زن با مرد برابر نیست؟ بدبخت بخوان تا ببینی زن در مرد ترجیح هم داره، ولی جا به جا کنه بود و جا به جا به کنه سه. این بقوله مثال آمیانه، هر جایی یک چیزی. حقوق زن برگردن شوهر اگر 3 برابر حقوق مرد بر زنش نباشد کمتر نیست. تو جاهلی نمیدانی خانم حاله نظری، تو چه اطلاعی داری از مفاهیم و مصادیق و مبتدیات اسلام که میاد کنم ار میکنی؟ بیا جواب بده خانم اگه صحبتی داشتی. آرتیست بازی در میانی که در ذاتت است، چون ذاتت اینه دیگه، گفتار رقاصانه می کنی و میخوای درباره اسلام صحبت کنی و حرف بزنی و کوچک کنی افراد رو. گفتم خدا یا هدایت بکنن یا نابود بکنن. شما بخوانید ببینید تعریف حق رو، آقا بفهمید که اصلا حق چی هست. که وقتی ما میگیم حق، حق مالکیت رو اشاره کردم به شما. حالا شما جناب آقای سوری مقایسه بکنین حق مالکیت در اسلام رو همین الان با همین توضیح کردن با حق مالکیت در اینجا رو. پلیس لازم باشه یا در میشکنه میاد که بار هر کار دلش میخواد میکنه، چون میگه با حکم، مگر با حکم قانون. و ایشون هم منجی قانون یا در میشکنه میاد تو اونجا، نخیر قانون کدام غلط زیادیست که بکنه. ملک سرویس کسی هم نداره واردش بشه. آقای چمن آرا در چند مورد در 3-4 جلسه قبل از فرمایش حضرت عالی به بنده مسئله فرموده بودن، اگر خاطرتون باشه، در زمانی که برای آقای مصباح یزدی صحبت ها بودش، من منتظر بودم که بیام در تلویزیون پاسخ بدم، ولی فرصتی نشد. برای ایشان به اصطلاح کتن یک چیزی فرستادم که لازم میدونه، چون هم وقت هست و هم اصلا به غرض پاسخگویی به بعضی از شبهات بعد آمدن و صحبتی داشته باشم، فعلا لازم میدونن که عرض کنم. در حدود 1 هفته قبل اینها نامه ای براش نوشتم آقای سهراب چمن آرا، ایده الله تعالی، با عرض سلام و تحیات و تبریک میلاد مسعود خاتم النبیین حضرت رسول اکرم صلوات الله علیهم اجمعین، بنده کمترین پریروز فرصت نمودم برنامه چند هفته قبل شما را در مردم تیوی آقای سربی جلل الله قدره. وقتی ما میگیم سربی جلال الله قدره، یعنی خدا قدرش رو انشاءالله بالا ببره. خیلی ممنون. خواهش میکنم. را ملاحظه نمایم. لازم دیدم در عالم عشر و نشر و مصاحبات فضائیه حضرتتان که اشاراتی به این ناچیز داشتید، مطالب زیر را تسلیم به عرض برسانم. امیدان که رفع تعجب و اعجاب از حضرتت بنامد. چونشون میگو من تعجب از آیم شام.
الف فرمودید حضرت عالی برای بنده احترام قائل هستید. متشکرم. امیدوارم الله جل جلاله و ائمه معصومین شما را محترم داشته باشند و اجر خیر و حسنات بیشمار نصیبتان فرمایند انشاءالله. به باری به هر جهت به همدلله حضرتتان با کلام الله مجید آشنایی دارید، به نحوی که با هزینه ای گزاف از خودتان چیزی چاپ کردید به نام چند نقطه راستین. بنابراین میتوانم نظرتان را با آیه شریفه ویلون لکل همزت لمزه جلب کنم. بنده به حکم این آیه شریفه نه تنها به شما بلکه به هیچ شخص آشنا به قرآن کریم جرأت جسارت به خودم نمیدهم، هرچند کوچک و ناچیز. لغت فضولی که بنده به کار بردم از سر صدق و اسحاق لغوی بوده و به همان معنای آقا اظهار فضل در این مورد نکنیم بوده است و به هیچ وجه من الوجود این لفظ در عرف عرب بار منفی نداشته و توهین تلقی نمی شود. آقای سوری، من در اینجا خدایا این رو هر حال بر خود ستایی نگید بر ما. من نمیخوام بگم عربی را نبگم به صورت گفتاری، و صورت گفتاری معمول است، به صورت نحوی و صرفی، به صورت علمی خیلی خیلی زیاد میدانم. زمینی که 5 سال در کشورهای عربی بودم اصلا مطالعات بسیار عمیق دارم. آقا نمیفهمی شما فضول یعنی چی؟ اون کسی که برات نوشیاش خودت میخوای به معنی بد بگیری. ولی خوشبختانه خودیشون گفتن مصدر ثلاثی مجرد چه پیدا کردن، از فضله گرفتن، منم اینجا براشون توضیح دادم. بسته به آن است که کی و کجا و چه کسی این لفظ را به کار ببرد. جین، درباره لغت شوربختانه اشاراتی داشتید. آه چمنارا، نه شور تازگی دارد نه بخت که بخواهد ترکیب این دو لفظ مسئله ساز باشد. بنده گفتم و باز هم میگویم زمانی که متقابل مقابل خوشحال لفظ بدحال یا در مقابل خوشگل لفظ بدگل و غیره را به کار میگیریم، خوب است در مقابل با خوشبختانه هم همان لفظ بدبختانه را منظوراً و معمولاً به کار بگیریم. گمان هم نمی کنم خود شما با این کار بود مخالفتی داشته باشید، خصوصاً که لفظ بد هم فارسی است و دوستان نمی توانند مثلا چون این لفظ نافارسی است پس به جای چیز دیگرش مثل مثلا ترشبختانه یا ترخبختانه یا شوربختانه به کار ببرید. خب بعدم که فارسی پدر جان من، حالا اگر در جایی به علت ابلاغ در قافیه شعری شوربختانه لازم به کار گیری داشت ایرادی ندارد، به کار ببرید. این دیگر چه جایی تو بگو بگو دارد. از جناب عالی هم خیلی بنده سپاسگزارم که تشخیص داده بودید و قلول اقوال و الفاظیکم رو فرمودید. اگر گفتید من گفتم پیشنهادم اینه که اونو به کار ببرن که شما اینو اشاره فرمودید. من خود منم استفاده نمیکنم. بله نمی، خیلی ها نمیبرن. حالا 4 نفر اینو من میبینم اینا رو میبرن. تازه از آقای نصر احمدی، دکتر نصر احمدی که ارتباط سعدی گونه ای با هم دیگر داریم، بهش گفتم آوردیم بعد از مدت یک چیز آورده که اصلا شوربختانه هم نبود. در یک جایی که به اصطلاح قافیه ای لازم بوده است به هر حال همون اندازم ازش تشکر کردم. خب اینجا هم همه میدونن که در توی شعر دیدید آقای سرگزیگاهی بود رو باید قد بخونن، درسته؟ بله برده باید قد بخونن، داریم قد و قافیه هستش دیگه. در کلام آقا جان ما میگیم اون بدبختانه، خصوصا زمانی که میبینیم افراد ملحد، افراد عرض کنم بی خدا، افرادی که در حالت عادی اقرار کردن به نفی الله که اینها اصلا محدور و دمند از نظر حکم شرعی، ولی گفت شاها ماز عشقت بوس پندی میخوری، خب گر که دیدی گاب بندی را بخور. آقا گفتن این مرده که ارزم بطول نویسنده هندی تبار به نام آقای کیه الان سلمان رشدی، سلمان رشدی محدور و دمه، 10 میلیون دلار هم بهتر میدن اگر کش، ولی خب اسکاتلندی هم کار خودشو میکنه. شما نمیتونین احکام شرعی رو روش ادعا بکنین. آقا لکن دین کن ولی دین تو دین خودی دونم دین خودش همون شده رم، مگر اونه که میره میزنه نمیدونم 1 میلیون بشر رو پوست کله اون بیچاره بدبخت معمر و غذافی رو میکنن به دستور فرانسه خاصه، مگه کسی میتونه ادعا بکنه حکومت حکم کرده رفتن اون کاری کردن؟
خب اینم یک حکم شرعی میده. تموم شد را. زمان رئیس جمهوری آقای زرکوسی که خودش با پول لیبی رئیس جمهور شده. اینقدر خبیثن که حیف دهان مبارک حضرت عالی و بنده که بر اون مرد خبیث که میگفتن زنش 10 تا شوهر کرده بوده بعد گرفته بودش. ما نفهمیدیم والله. یکی گفتم ها تفاوت پرستیتوت با این زنه اینا چه فرقی میکنه؟ اینه فقط به ما بگی خاک بر اون سرشون بگذاریم آقا. و اما مهمترین قسمت مورد نظر بنده این است آقای چمنارا، جناب چمنارا، حضرت آیت الله مصباح یزدی ارفع الله شأنه و مقامه یک مجتهد و مفتی جامع شرایط اسلامی است و فیلسوف و دانشمند مذهبی اسلام و مشرح شروع شرعیه، نه مفسر افکار مارکس و هگل و مونتسکیو و سناتور مکی. ایشان می‌فرماید در دین حنیف اسلام مشاوره بسیار بسیار تاکید شده است، ولیکن در اسلام به مسلمین چیزی به عنوان حق از برای دادن رأی وجوب شرعیه نیافته است. حق در اسلام تعریف دارد. آقا نمی‌دونید، اقرار کنین که نمی‌دونید. حق در اسلام تعریف داره. حق مفهومی مالایزال است، یعنی تحت هیچ عنوانی قابل تضییع نمی باشد. آقا این کاغذ، این ورق کاغذ حق منه، هیچ که نمیتونه به این تعرض کنه، حتی قانون موضوع پارلمان کفریات. ملکی رو که سربی خریده داره و اهل عیال زندگی میکنه، ملک اینه، هیچ کس حق نداره توش پا بگذاره، حتی به حکم قانون. این حقه. امتیاز چیزی دیگریست. ایفا و انجام آن یک واجبه شرعی است و نفی آن موجب مکافات اخروی. این تعریف حقه. مانند حق مالکیت، حق الله بر گردن عباد برای صلات، حقوق زن بر شوهر و به عکس، حق والدین بر اولاد و حقوق اولادان بر والدین. مثلا هزا لاکن به حسب امتیاز می شود با اعطا یا تفویض اختیار به مسلمین کسب آرام موجود شود. همین کار دلال می کنه. ولی خب یک امتیاز دادن دیگه، تفویض رانندگی امتیازه، مثل این شهروندی که من و شما می دم. هر زمانی که خواستن آقا هر زمان بودت می گل یار چون برو بیرون. ولی این نفر امریکایی که اونجا پشت در پشتش بوده، اگه چون هم امریکایی نیستن، ولی خب برحال اون چون میگن حق هم هست دید شنید. این شما کسی بگن حقش گرفتن ازش؟ شما شنید آقای سروی؟ نه بلی از امریکایی نمیتونم بگیرم، از کانادایی نمیتونم بگیرم، ولی اینایی که خود دادگاه شده فردا شما برو بیرون آقا برو خوشو دارم این امتیاز میدم. به همین خاطر و بر طبق همین استناد شرعی بود که حضرت آیت الله العظمی مرحوم امام خمینی کبیر نشر الله افکاره و نور الله قبره فرمود اگر 40 میلیون بگوین آره من میگویم نه و شدانی که باید بشود ها کور شود هرای که نتواندی. کسانی که هنوز بعد از این همه و طالبی که درباره دوران بی معرفتی شاه هنوز دارن سنگ به سینه میزنن و هنوز دارن توطئه میکنن به خیال خودشون، اجتماع میکنن، کمپوزیسیون بازی در میارن، اینها رمیه، یعنی تیره میداریم به چشمشون. تموم شد و رفت. تا میشود که شد. حال این چه جای تعجب دارد از بنده؟ این همون حرفی بود که به شما الان عرض کردم آقای سربی، که ما داریم از حکم شرعی رو میگیم، درباره اون میگیم، ضمناً ملحد هم ملحد ثابت شده غیبا ندارد. شما تعجب حق داریم بکنید، تا ما که در قیبی تلا تعجب بکنید، ولی نه از کازم احشار ها، چون این حکم شرعی عرض بنده نبوده که شما فرمودید بنده از آقای احشار ها تعجب میکنم. جناب چمنارا یادتان باشد ما از قوانین اسلام و قوانین جمهوری اسلامی صحبت میکنیم، نه چیز دیگر. بحثی در خوبی یا بدی این واجبات نداریم فعلا، مگر همه فرضیات دیگر اسلامی را همگان شما قبول دارید که همین یک مطلب باعث اجابه است. وانگهی در دنیا کم نیستن افرادی عادی یا بیدین یا غیر مسلمانی که با رأی و رأی گیری مخالفن و آن را پدیده ای غربی از نوع مافیاییش میدانند و هرگز رأی نداده و نمیدهند. بنده میدانند یکی از آنها همین دکتر نصر احمدی خودمان است
که باراها با مباهات میگوید در سراسر عمر با برکتش هرگز به کسی رأی نداده است. دیگری از آنها خود بنده میباشد که در تمامی عمر بی ثمرم فقط در کلاس چهارم ابتدایی آن هم به زور معلم برای انتخاب مفسر کلاس رأی دادم. بنابراین چه جای اعتراض، چه جای تعجب؟ پس بردباری دموکراتیک حضرت و شما کجا رفته است؟ تحمل پذیری آراء مخالف چه می شود آقایان خانم ها؟ که برمی داره میگه از روزی که افشار آمد صحبت بکنه ما برنامه طور نگاه نمی کنم. چرا؟ آقا به من زنگ بزنید، من حلال بودی می طلبم هم شما، چه کردم که شما نگاه نمی کنید؟ سوری که رحمه الله ایشون جواب داد گو آقا برنامه نگاه نکنه چون نگاه بعد این عقیده من آقا با قول مرحوم بازرگان که بنده پیرو به خط راستین ایشون هستم، میگم من که نیام در این عرض کنم پیرانه سر زندگی که عقاید عمری خودم رو فده چهار تا مسئله اجتماعی بکنم. اینها اعتقاد آقا. حالا بید سر گردن ما رو بزنیم به حکم اعتقاد، توفو بر توی روزگاران توفو که اگر چهار کنم میتونه سربی مزدور جمهوری اسلامی مزدور FBI چقدر واقعا دیسکاستین به حال اینا تعمل پذیر آن خود. به هر حال بنده نه طرفداری کردم نه مخالفت، فقط با اطلاعات ناقص خود تبیین مطلب کرده و می کنم نه چیز دیگر. آرزو هم دارم که تعجب حضرت عالی زمنان شما جناب آقای سربی از بنده رفت بشود، یعنی از من تعجب نکنید. نه متوجه شدم. وقتی اگه خواستید تعجب از شریعت حنیف اسلام بکنید مورد خودتون به خود مربوطه. امیدوارم مسائل مطروحه قدری روشن شده و از قضاوت‌های خصمانه درون ذهنی و یا بیرون گفتاری دور و دورترین باشیم. به اون الله تعالی انشاءالله. السلام علی عباد الله الصالحین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حقیر کمتر از قطمیر کاظم افشارها. اینو من برای آقای چمن آراف چی کردم؟ چون جناب سربی حضرت عالی فرموده بودی که مثلا جمعه پنجشنبه دوشنبه یک وقتی صحبتی هست که ما بیم بیان بکنیم که آقا این اشتباهات، یعنی این مشتبهات نمیگم اشتباه، رخ داده. خب برای تنویر مسئله مجبور هستم این توضیحات رو بدم که به حمدالله امروز فرصت شد و بعد هم به ایشون این در مجموع عرضم به خدمتون که مسئله رو خوندیم و گفتیم. عرضم به حضورتون که خاطر مبارکتون هست که در همین صحبت ها بنده عرض کردم که اینها چه مفاهیمی هستند و خود شما جناب آقای سربی ملاحظه کردید که خیلی ها به هر حال این لغات رو به صورت مترادف به کار میبرن. میدونم مشرک و ملحد و مرتد و کافر و زندیق و لادین و همه رو یکسان نهاجن. اینها دانه دانه اش تعریف دارن، تعریف های دور و دراز، حواشی بسیار زیاد که مجموعه همه این سوالات و توضیحات همه این مطالب فقهای عظیم مجتهدین عالی در هر دینی را ایجاد میکند. اگر شما خیالتون رسیده کار پلیس فقط اینه که روز یک شنبه بیاد پول جمع کنه، آقا برادر بزرگوار یک کم سر تعظیم فرود بیارید، اقرار کنیم به نادانسته های خودمون. آقا بنده یک شخصی هستم در مورد ریاضی و فلسفه اندکی مطالعات دارم، اندکی همورم تازه بابا خیلی از غافلش عقبیم. بعد من بیام مثال میزنم برای بزرگترین خاخام نمیدونم یهودی یا نمیدونم مسیحی یا نمیدونم بزرگترین عرض کنم سیاستمدار جهان ایراد بگیرم. منی که تحمل ندارم یک نفری به من بگه آقا اگر ایجور نگی ایجور بگی بهتره، یک رو به ساعت قرمز میشم، حتی کی میکنم حمله میکنم به اون یارو. بعد خودم نتانیاهو گرفته، پرزیدنت نیکسون گرفته، آیت الله خامنه‌ای گرفته، نمیدونم آقای الیزابت، همه رو خانم میگه همه رو بچیم تیر سوال. یک کم تواضع علمی داشته باشی. شما نمیدانی وقتی میگن آقا ادیان علم هستش، اینها واقعا علومی دارن، مسائلی دارن. اینطور نیست که به همه بگن ملحد، اصلا شاید یک ملحد ما نداشته باشیم با اونایی که داریم صحبت میکنیم.
ولی به حسب ظاهر اگر کسی تو کلام همینطور پرت و پلایی از سر عصبانیت، از سر تفریح، از سر اعجاب، هرچی اسمشه بگذاریم، میگیم آقا همه جور اصطلاح به هر صفتی متصفش میکنیم که آقا این مشرکه، این حالا اصلا اینطور نیست مطلقا. عرضم به خدمتتون که خدا انشالله آقای سربی حفظ بکند اهل بیت شما رو، خانوادتون رو، بچهاتون رو. فرد دخترم حدود کلاس ده یا ده سال تا چهار و پنج ابتدایی بود، سه و چهار ابتدایی اینجا در تورنتو، نرسیده به خیابان استیت حاشیه یانگ، یک اتاق اون بالا بود در یک ساختمان خیلی قدیمی قرازه و بساب نبود، کوچولو موچولو، یک اسم بزرگ که نوشته بود که مثلا اینترنشنال نمیدونم کنسرواتو و اپلور کلی چیزی. دخترم به من با فارسی و خیلی چی نبود چی حرف پیدا کن، ولی این چیه که چرا ایرانی ها روی این کارای به این به اصطلاح کوچیکی اسمای به این بزرگی میذارن؟ خدا شاید آیر بلای ورمونه دارن دخترم هزار مرتبه اقلا کلی خندیدم بوسیدمش گفتم بابا این اخلاقیست دیگه، بابا این اخلاقیست. نتونستم به اون بگم بابا این میاد این کار میکنه، بعد کارت چاپ میکنه، کارت بر میداره میبره سوء استفاده میکنه، میده تو اون مملکت بندی خدایی که نمیدونن جوانه ایرانی، آدم ایرانی، فلانی حرفا، اونم نگاه میکنه به این عنوان. آقا اینقدر کارهای کوچیک عناوین بزرگ نگذاریم. فلان قوم پوزیسیون، آقا ما حکومت رو چپ، کدوم حکومت، چه حکومتی؟ برادر عزیز اگه فکر میکنی این نوشته ای که نوشتی خیلی خیلی ارزم بزرگتی مشکل گشاست، خب ایره بده به مملکت انگلستان که اصلا قانون اساسی ندارد، بده به اونا استفاده بکنن. مگر شما تصور کردی چند هزار نفر، بابا چند میلیون رفتن که ما گفتن دو سال دیگه اینا میرن، ده سال دیگه اینا میرن، خجالت بکشید آقا اینقدر آبروی خارج نشسته ها رو نبرین، ببندین این دهانهای واقعا که زبانها از کله های توهی داره لغلق میکنه تو دهانتون. ما نمیدونم اینه نبید. ما این کار بخواییم آقا جمع بشیم که چرا کمپوزیسیون نمیتونه اجتهاد اجتماع کنه، مرتضای خواننده بیاد نمیدونم به ما بگه که نمیدونم اینجا خانه فرهنگ اونا بشن مفسر سیاسی. آقا ول کنین برادر عزیز، دو لقمه نان گیر بیارین، حسنه میل کنین، زندگی بکنین، فرمان بردار ارز کنم که ملت و مملکت و فرهنگ خودتون باشین. خیلی آقای افشارا همین هایی که جمع شدن ببینن چرا کمپوزیسیون نتونسته، خودشون جدا شدن تو همین جریان. آقای یکی از دوستان یک وقتی همین جناب آقای چمنارا حفظ امولا ایشون آمد، من یادمه به شما گفتش ما تا 2020 بله دو شنبه ما جمعه یکی دیگه از دوستانشون اینا صحبت میداریم، درست میگم یا نادرست؟ بله بله نه درست میگید شما. یکی از احباب من زنگ زد خندی گفتش که بابا چیه این جریان، گفتم خیلی برنامه خوبی اما یادت باشه چه وقتی به شما میگم. من تصور نمیکنم تا به 5 جلسه بکشه، سبحان الله که جلسه دوم به جلسه سوم انشقاق رو داد. همین رو نگاه کن. حالا ببینید آقای سربی، من یک وقت ممکنه بیام به شما بگم آقا سربی جان من رو درست که ندارم، اگه من بتونم در سی این این تبلیغ عقایدم رو بکنم که معلومه میرم اونجا، اگر در عرضم به حضور امکانات مالیش و امکانات روحیش وجود داشت خب مطمئنن من رفتم به پارس صحبت بکنم، چرا بیام به جای شما صحبت کنم؟ چرا میام من به جای سربی؟ الا چه که عرض کردم به شما برای که من قدری توازن هماهنگی قدری میبینم و همون باعث یعنی رو اشتراکات که فکر میکنم خیلی خوشحالم میکنم. شما آقا آمدی گفتی تا 2020 یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به عقد و حرفی که زدیم وفا کنیم. جلسه سوم به چهارم ما آمده ایم خودمان حالا یک تلویزیونی درست بکنیم که انشالله بتوانیم هر چه زودتر به مصر. شما معظم ای بنده خدا اگر اقرار داری این معظم است،
چه رفتن و درست کردن دیگه که تو میگی من رفتن خودم درست بکنم؟ این بنده خدایش گربه که اینقدر 18 سال داره کار میکنه، اینقدر دیراز، خب انشالله که بعدش نیاد 10 نفر 20 نفر 50 نفر 1000 نفر نمیدونم عدد نمیگم بیننده نداره. تو چه کار میخوای بکنی تازه که میخوای شروعش بکنی؟ فرد دلش خوش است که نامش کبوتر حرم هست، فکر میکنه بلنگوی مستقل پیدا میکنه. این همون مصداق رو کارهای کوچک اسمهای بزرگ گذاشتن است. ولی یادتون باشه کسی که دست بیعت به یکی داد فقط ساتور قطعش میکند. میای میگی من اینقدر هستم، هفته دوم به هفته سوم میگی نه بابا قطعتو، حالا ما خود ما فلان میکنیم. خب بکنی چه ایرادی داره این گویوی میدان؟ ولی یادتون باشه که در مجموع، چون به هر حال دوستان خیلی هم بنده به سعدی همانندی که صوفی رو بایستی با قرآن آغاز به زندگی بکنی، نمیشه در روزی هم داستانی نخوانیم، این هم بخوانیم و وقت را تمامش بکنیم. ابلهی را دیدم سمین خلعتی سمین در بر، یعنی یک لباس خیلی زرق و برقی پوشیده، مرکبی تازی در زیر. مرکب تازی یعنی اسب تازی در اون زمان مشابه بنتلی و روز رویس رو نمیدونم، این ما که مدل شناس نیستیم، بهترین مدل های ماشین حالا بوده. و اسبی مصری بر سر، اسب نوع کلاهای مصری است که الان هم دارن، خیلی حساب عیونه بوده اسب مصری. کسی گفت سعدی چگونه همی بینی این دیبای مولن بر این حیوان لایعلم؟ گفتم قچه به او بلورا امارون اجلن جسدن لهو گوارون. بگذاریم، خطی زشت است که با آب زر نوشته است، یک خلقت زیبا به از هزار خلقت دیبا. برادر بزرگوار جناب چمن آرا، با آدمی نتوان گفت ماند این حیوان مگر دراعه و دستار و نقش بیرونش. دیگر در همه اسباب و ملک هستی او که هیچ چیز نبینی حلال جز خونش. آقا عزیز من، برادر بزرگوار سید علی محمد ما در 160 سال پیش 1210-1220 هرچی بود ادعای کرد فرقه ای ساخت. شمایی که داری قلوبی میکنی در افراد، شمایی که تصور میکنی هیهات داری میکنی، با قول بچه کلاس سه ابتدایی دخترم میگفتش اسمای بزرگ و کارهای کوچیک اندیش کده درست میکنی. آقا ظهور کن، فرقه بساز. میبینی یک فرقه ای ساختن نسل بعد نه چقدر پولدار و کیفور و چقدر متمولین و کشورها حمایت بکنند و یه حرفا. چی تو از سید علی محمد ما کمتره؟ برادر فرقه بساز. این مبالغات چیه؟ این حرفای رایگان چیه شما میزنین؟ درست کردیم این رو که ال کنیم بل کنیم. نه آقا از این حرفا بیاید بیرون. برحال اگر هم به خیال خودتون کشورهای خارج میخواستن کاری بکنن، این رو من مکرر گفتم، اگر برای خاورمیانه اینا یک دامینو درست کردن، ایران خشت آخر دامینو نیست. گوشتونو باز کنید، کمپوزیسیون گوشتو باز کن، ایران خشت آخر این دامینو نیست، خشت اول دامینو بود. ولی ای بیچاره که تو یلعبونه، نمیدونم چی میگه، عرض کنم که خودت یلعبونی، توی دنیا غرقی، هیچ عقلت نمیرسه، تمام شما مفسرین مصطفای دانش و غیر و زالک و بیبودی و این و اونو همه تون میشینید تغییزاده نادان و زرزر میکنید و حرفای مف میزنید. خشت اول دامینو بود، خشت آخر دامینو نیست. اگر عقل دارید ذره ای بگیرید حرف رو. ما هم اگر خیلی بیشتر از شما سیر و آفاق و انفس نکرده باشیم، بالا و پایین نرفته باشیم، او زمانی که شما میگفتیم تا چیتن تیمسار هستیم و در پی شاه حرکت میکردید و در ناز و نعمت بودید، ما را همین آقایی که شما گفتید دعوتش کنید، آقای سربی ماشاءالله هنوز زنده اند، در عین جوانی 24 ساله که نهایت هم هنسام و زیبا و موقر و عالی بودیم، به جرم اینکه کسی دو سال با ما هم اتاق بود که بعدن چه و چه در آمد و اعدامش کردن، بی گناهانه دندون شکستن، از 24 سالگی
دندون مصنوعی دادن به ما، بعد شما انتظار داری مثل شما فکر کنیم آقای نمیدونم چمنارا، بگم آقای ثابتی الحمدلله زنده هستن، فرنجور هم اگه خواسته از من بهت میگم، اون دو سال از برادر بزرگتر من تو دانشکده او بود. داستان مرحوم آقای علی شریعتی را که من دکتر گفتن به او را ننگ آقای شریعتی میدونم، اگر لازم شد دربارش صحبت میکنم، چون اون همشهری اونقدر برگردن ایرانی ها و همشهری هاش حق داشته است، اگر عمری بود، اگر فرصتی بود، اگر امکانی بود، اگر هم نبود که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته همون شد، اگر هم که نبود هیچ، هرچه شما و آموزنده اتان به اتان گفته است راست میگی، فقط یک مخلوق زنده عالی درجه یک در دنیا هست، اون هم معبود شماست آقای چمنارا. حالا رضا پهلوی شاهزاده کیه که آقای ایکسه خانم بهزادی زنده، کاری ندارم. جناب آقای سوربی، چون بنده یکی دو بار هم اسم حضرت عالی رو بردم، اگر در اون رابطه فرمایشی دارید حق شماست که بنده رو عرض کنم استیضاح بفرمایید، اگر نه که همه دیدار به اصطلاح بینندگان عزیز، شنوندگان گرامی و خود حضرت عالی اهل بیتتون رو به خدا میسپارم و آرزوی بهترین ها رو دارم براتون در سال آینده مسیحی. بسیار ممنونم، ما پرسشی کردیم، شما هم لطف کردید پاسخ دادید. فقط یه جایی الان صحبتاتون مثلا اسم از همین خانم نظری حاله آوردید یا میبودی آوردید، آیا اینا چون پابلیک فیگر هستن ما میتونیم در غیابشون صد غیبت نیستیم؟ بله، من همین باور داشتم، یا اگر مردند، اگر درست میگن بیان پاسخ بدن، من همین باور داشتم. بله، به چه دلیلی خانم نظری ازم به حضورتون قضاوت میکنه و یک ریز به افرادی که از کنم اقامه صلات میکنن و کارهای مذهبی انجام میدن توهین میکنه؟ به چه دلیلی؟ آخر ما بفهمیم مسئله رو. بسیار ممنون، خیلی متشکرم آقای سوربی. آقا اوقات خوبی داشته باشید، به امید دیدارتون و به امید اینکه سال خوبی در انتظارتون باشه. یا علی مدد، خدا حافظ. خدا نگهدار. دوستان عزیز، برنامه ها رو پی میگیریم با برنامه 111مین آقای حسن ارشاد که درباره دوستان بهایی صحبت میکنه. دوستان بهایی هم اگه بخوان میتونن بیان صحبت کنن. باز هم ممنونم که آقای افشارها گفتن که دلیلی که در این برنامه ها شرکت میکنن این هست که این تلویزیون اعتباری کسب کرده که میذاره همگان بیان صحبت کنن. و من بارها گفتم من چون توی ایران نیستم حقی برای خودم قائل نیستم که اونجا رأی بدم یا دخالت کنم، و اگر شما برعکس من فکر میکنید خوشحال میشم بیاین مهمان من باشید، بیاین برنامه بگیرید، خودتون هر جور دوست دارید صحبت کنید، بریم با هم برنامه ها رو پی بگیریم. روز روزگار بر شما خوش.